Hi dear friends, hope you're doing great. I'm Hannah and in today's video, we're gonna have another pronunciation lesson. In this video, we're gonna cover another vowel team syllable in English. And the one which we want to talk about today is the vowel team syllable OA in words. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خیلی خیلی خوب باشید. هانا هستم از تیم فرازبان. اومدم با یه درس دیگه از سری درس‌های تلفظمون. در ادامه مبحث vowel team syllable‌هامون می‌خوایم امروز OA رو توی کلمات با هم بررسی بکنیم، ببینیم چطوری تلفظ میشه. اما امروز قبل از اینکه بریم سراغ درسمون، می‌خوام یه توضیح خیلی کوتاه بدم. همه ما میدونیم که خب دونستن گرامرهای زیاد و پیشرفت لغات زیاد خیلی خیلی برای یادگیری یک زبان مهمه. اما یکی از ابتدایی ترین، بیسیک ترین و در این حال مهمترین نکته برای همه اینها داشتن تلفظ درسته. یاد گرفتن یک زبان جدید حتما باید با تلفظ درست اون کلمات، گرامری که استفاده میکنیم باید تلفظاش درست باشه. دونستن کلی گرامر، نکته و کلمه بدون اینکه بدونیم چطوری تلفظ میشه خیلی چیز پیشبرنده ای نیست. پس همه اینها در کنار هم، به خاطر همینه که ما روی دروس تلفظ خیلی تأکید میکنیم. So let's dive in. بریم سراغ کلماتمون که توشون vowel team syllable OA دارن. Load. Load. دقت بکنید. O. ما توی American English اینا رو O تلفظ میکنیم، ولی توی British English low, load, load, loaf. ولی توی American load, loaf. تفاوت این دوتا رو در نظر داشته باشید. Load is a noun and a verb. As a noun it means وزن، بار، مسئولیت، محموله، بار الکتریکی. And as a verb it means بار زدن، بارگیری شدن، یه تفنگ رو یا سلاحی رو پر کردن. یه پیجی که باز میکنی میگه is loading، این بارگیری شدن، در حال بارگیری، منظورش همینه. Loaf. Loaf. Both a noun and a verb. As a noun قرص نان، واحد شمارش نون هست. And as a verb وقت و بیهوده گذروندن، پرس زدن. Load. Loaf. Loan. Loan. Noun. Verb. As a noun وام، قرض. And as a verb قرض دادن، وام دادن، امانت دادن. Loan. The next word is moat. Moat. Moat is a noun which means خندق. Moat. Loan. Moat. Moan. Moan. Noun. Verb. Noun. شکایت، ناله، زجه، آه و ناله. Verb. شکایت کردن، نالیدن، آه و ناله کردن. And the next word is written with capital J. میشه اسم یه proper nounه که میشه جان. توی فارسی فکر نامش میگیم جان. یک اسم خاصه. Moan. جون. Let's go to the next word, road. Road. Road is a noun. It means jade, راه. Road. Next one, roam. Roam. It's a verb which means پرسه زدن, roam. So we have road, roam. Roach. Roach. این کوتاهه، یعنی short form cockroach به معنی سوسک. Roach. Roast. Roast. It is both a noun and a verb. As a noun کباب، بریونی، پیکنیک یا مهمونی که توش گوشت کباب میشه. And as a verb کباب کردن، بریون کردن، برشته کردن. Roach. Roast. Then we have toad. Toad. Toad is a noun. It means وزق. اصلی ترین معنیش و کامن ترین معنیش وزقه. ولی با آدمی که تو فارسی میشه میگیم وزه، آدم ناجور رو هم میگیم toad. Toast. Toast. Noun. Verb. As a noun نون توست یا
یا اون اکت نوشیدن نوشیدنی به افتخار کسی یا چیزی یا حتی معنی آدم محبوب هم میده. از verb به سلامتی کسی یا چیزی نوشیدن، برشته کردن، گرم کردن، مثلا وقتی سردتونه دستتون و خودتون رو جای گرم میکنین ما میگیم توست. Toad, toast. The next word is throat. Throat. اینا هممون بلدیم. Throat میشه گلو. Throat. The next one, soap. Soap is both a noun and a verb. Soap as a noun, صابون. As a verb, صابون زدن. Throat, soap. Soak, shawl. Let's see. Soak is a noun and a verb. As a verb, خیساندن، خیس کردن، نفوذ کردن مایعات، پول زیاد از کسی گرفتن. از noun عمل خیساندن یا خیسون، اکت خیساندن یا خیس کردن چیزی یا کسی رو میگیم soak. Shoal is a noun. Shoal دسته یا گروه ماهی ها رو میگیم یا حتی تپای شنی زیر آب دریا رو میگیم shoal. Soak, shoal. The last slide, poach. Poach. Poach is a verb. دزدیدن، شکار غیرقانونی، صید غیرقانونی کردن و آب پز کردن. And the last word, hoax. Hoax is a noun, as a noun, حقه کلک, and a verb. As a verb, گول زدن، دست انداختن. Poach, hoax. Load, loaf, loan, moat, moan, joan, road, roam, roach, roast, toad, toast, throat, soap, soak, shoal, poach, hoax. بریم سراغ جمله هامون، این کلمه رو تو جمله ببینیم. Number one, Joan will not loaf on her job. Joan will not loaf on her job. جان تو کارش، موقع کارش، در مورد کارش وقتش رو بیهوده نمیگذرونه. برای کارش وقتش رو بیهوده نمیگذرونه. Number two, Gail will soak in the tub and get clean. Gail will soak in the tub and get clean. Gail تو وان خیس میشه و تمیز میشه. Joan will not loaf on her job. Gail will soak in the tub and get clean. Number three, Neil must pay off the loan from the bank. Neil must pay off the loan from the bank. Neil باید وام بانک رو تسویه کنه. Pay off میشه کاملا باز پرداخت کردن، تسویه کردن، کل پول رو پرداخت کردن. Number four, did a toad hop up on a log near the pond? Did a toad hop up on a log near the pond? آیا وزغ، یک وزغ روی کنده نزدیک آبگیر پرید؟ نزدیک برکه پرید؟ Neil must pay off the loan from the bank. Did a toad hop up on a log near the pond? Number five. At lunch, Joan had roast beef on wheat toast. At lunch, Joan had roast beef on wheat toast. وقت نهار جان گوشت کبابی روی نان توست گندم خورد. حالا اینو گذاشته، گوشت کبابی رو گذاشته رو نان توست گندم خورده. Number 6. The soap is in a soap dish next to the sink. The soap is in a soap dish next to the sink. صابون داخل جا صابونی کنار سینکه. At lunch, Joan had roast beef on wheat toast. The soap is in a soap dish next to the sink. Number 7. The dump truck had a big load of junk in the back. The dump truck had a big load of junk in the back. کامیون کمپرسی مقدار خیلی زیادی، مقدار بزرگی، حجم بزرگی خرت و پرت پشتش داشت. منظور این که تو پشت کامیون کمپرسی کلی خرت و پرت بود. Number 8. A big rock fell from the cliff and lay in the road. A big rock fell from the cliff and lay in the road. یه سنگ بزرگ از صخره افتاد و رفت تو جاده، یعنی در جاده قرار گرفت، افتاد تو جاده. The dump truck had a big load of junk in the back. A big rock fell from the cliff and lay in the road.
به پایان ویدئوی امروزمون رسیدیم. من از شما میخوام سعی بکنید با این کلمه‌ای که امروز توی ویدئو یاد گرفتیم برای من یه سری جمله بسازید، مثل جمله‌های مثال، مثالی که همیشه میخونم، مثالی که همیشه با هم میخونیم. هر چند تا کلمه رو که میتونید توی جمله به کار ببرید و برای من کامنت بکنید. اگه کلمه دیگه هم بلدید که تو لیست ما نبود ولی این vowel team syllable رو داشت، حتما برای من و دوستامون کامنت بکنید. مرسی از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی روزتون بخیر.